از قنات ملک تا کرمان. اول فروردین ماه 1335 حوالی روستای قنات ملک از توابع شهرستان رابر استان کرمان، قاسم در خانه حسن و فاطمه به دنیا آمد. نسبش به بزرگانی از منطقه فارس می رسید که با نادرشاه افشار در لشکرکشی به شبه قاره هند همراه بودند و سپس در بازگشت از هندوستان در آن منطقه ساکن شدند. قاسم در کودکی به سرخچه مبتلا شد، اما توانست از آن بیماری مهلک جان سالم به در ببرد. کودکی او در کوچه دائمی بین مناطق گرمسیر و سردسیر استان کرمان و در قالب زندگی عشایری گذشت. درس را در مدرسه روستای قنات ملک آغاز کرد و همزمان در کشاورزی و دامداری یاری رسان پدر بود. اما بعدها از اینکه به خاطر کمک به پدرش خوب درس نخواند، هیچگاه ناراحت نشد. قاسم سلیمانی در ابتدای نوجوانی متوجه شد که پدرش به بانک تعاون روستایی بدهکار است. قاسم به خاطر بدهی پدرش تصمیم گرفت به شهر کرمان برود و با کار کردن و پرداختن قرضها از زندانی شدن پدر جلوگیری کند. قاسم 13 ساله در جستجوی کار به کرمان رفت. اما جسته در حال بلوغ و نحیفش باعث می شد کسی او را به کار نگیرد. اما بالاخره قاسم با التماس و گریه توانست کارگر یک ساختمان نیمه کار شود. پس از مدتی کار ساختمانی نهایتاً مستخدم یک هتل در کرمان شد. او توانست پس از 5 ماه کار در هتل تمام دستمزدش را که 1000 تومان می شد برای پدرش بفرستد و بتواند بدهیش را پرداخت کند. اولین سفر قاسم به کرمان 9 ماه طول کشید. در سفر بعد پایش به زورخانه باز شد. قاسم بعد از کارش در هتل معمولاً یا درس می‌خواند یا به زورخانه می‌رفت و ورزش می‌کرد. وقتی اولین آموزشگاه کاراته در کرمان تأسیس شد، قاسم از اولین ورزشکارانی بود که به آنجا رفت. او همزمان با کار و درس ورزش حرفه‌ای را در حد پرورش اندام ادامه می‌داد.